سلام علیکم. عصر تابستونی گرمتون بخیر باشه. من اومدم با یه ویدیوی دیگه. انتظارها به سر رسید و ویدیوی مشترک من و خانم آناهیت هست که حالا نمیشه گفت به صورت حرفه‌ای، فعلا داریم یه تست میزنیم که ببینیم فیدبک ها و نظر دوستامون چه خواهد بود. امروز هم میخوام یک کتابی رو بهتون معرفی بکنم که یک رمان بسیار جذاب و بسیار واقعا دوست داشتنی. کتاب آن تابستان، خانم ماندانا موینی، داخل پرانتز، مودت پور. یه قسمتی از این کتاب رو من میخونم خدمتتون، امیدوارم که براتون آرامش بخش باشه. یه قسمتش رو هم خانم آناهید زحمتش رو میکشه. یه دوستی هم بود توی کامنت ها، حالا اسم آیدیشون یادم نیست و خیلی علاقه داشتم به این کتاب خوندن و این ویسپرینگ و زمزمهی که ایجاد میشه، خیلی علاقه داشتن و گفتن که دوباره بساز و این ویدیو رو هم تقدیم به اون دوستمون میکنم. حالا سهم خودم از این ویدیو رو حالا خانم آناهیت میتونه تقدیم یک کس دیگه ای بکنه سهم خودش رو. بریم سراغ کتاب. من اون روز توی خیابون دیدم یکی از رفقا رو، آره اون روز یکی از رفقا رو دیدم توی خیابون. این دوستمون خیلی کتاب خونه، یعنی دیدم که مشنبا دستشه که داره میره، یعنی گفتم این 100% کتاب و گفتم که بعد دیدم این کتاب دستشه، گفت خیلی رمان خوبیه، گفتم بده من بخونم. بعد به نام آفریدگار یکتا. تک و تنها تو سالن نشسته بودم و منتظر. اما چه سالونی بود، چه خونه و زندگی، درست مثل این خونه هایی که توی فیلم ها نشون میدن، یه خونه ویلای دوبلکس. یه حیاط حدود 2000 متر، همه جاش درخت و گل و باغچه و چمن. خونهشون که دیگه هیچی، فکر کنم فقط 200 متر سالنش بود. سه دست مبل توش چیده بودن، چه فرشایی چه تابلوهایی. از کنار سالن یه سری پله شیشه‌ای رفته بود بالا که یه سالن کوچیک از بالا بود و مشرف به سالن پایین. چند تا اتاقم اون طرفش بود. کنار پله هم یه آسانسور کوچیک بود، یه آسانسور کوچیک و خیلی قشنگ با در نرده‌ای برای دو طبقه خونه. خیلی جالب بود، خونه ما طبقه چهارم یه ساختمون بود و بدون آسانسور. اون وقت اینجا یه آسانسور گذاشته بودن که براشون یه طبقه بالا رفتن سخت نباشه. اون طرف سالن یه آشپزخونه بزرگ بود که از اینجا دید نداشت. یه آشپزخونه بزرگ با یه سکو از سالن جدا می شد و در واقع اوپن بود. اما بالای سکو پنجره بود و از سالن به وسیله شیشه جدا شده بود و یه نوع پیچکم روش کشیده بودن که واقعا قشنگش کرده بود.
دور تا دور سالن گلدونای خیلی قشنگ بود که چند نوع گیاه آپارتمانی توش کاشته بودن و منظره سالن رو خیلی رویایی میکرد. یه پاسیو هم یه گوشه دیگهش بود که از سنگ درستش کرده بودن و آروم آروم از بالاش آب میریخ پایین مثل یه چشمه واقعی. خلاصه همه چیز واقعا قشنگ بود، طوری که آدم فقط دلش میخواست که بشینه و نگاهشون بکنه و لذت ببره. یعنی من هر موقع خواستم یه ویدیو درست کنم یه ترافیک هوایی پیش اومد. حواسم به یه طرف دیگه سالن بود که صدای پا شنیدم. یه مردی حدود 50 ساله داشت میومد طرفم، خیلی خوش‌تیپ و با کت و شلوار و کراوات. از جام بلند شدم، سلام کردم، با لبخند جوابم رو داد و گفت: شما مریم خانم هستید درسته؟ مریم: بله، از طرف شرکت. میدونم داییتون همه چیز رو گفتن، تشریف بیارین تا با خانم آشناتون کنم. حتما دایتون در مورد وظایفی که اینجا به عهدتونه با هاتون صحبت کرده، کمان بیش البته برای اولین باری که. نگران نباشین، کار آنچنان سخت آنچنانی نیست، تا ظرف یکی دو روز کاملا مسلط میشین. بفرمایین. مریم میگه: شما بفرمایین، من دنبالتون میام. مرده میگه: تعارف نکنین. دوتایی از پله‌ها رفتیم بالا که گفت: خانم نباید داروهاشون دیر بشه، همه سر ساعت، در ضمن نباید به هیچ عنوان عصبی بشن، برای قلبشون خطرناکه. مریم میگه: مطمئن باشین که من تمام سعی. مرده میگه: میدونم، فقط محض یادآوری گفتم. رسیده بودیم بالای پله‌ها. از این طرف با داییتون سالهاست که مرده میگه دیگه از این طرف با دایتون سالهاست که کار میکنم و بهش اعتماد دارم. اینجا 5 اتاق با سرویس کامل. خانم توی آخرین اتاق هستن، خودشون برنامه روزانهشون رو بهتون میگن. رسیدیم جلوی در یه اتاق که آروم بهم گفت: البته خانم تقریبا تمام کارشون رو خودشون انجام میدن، احتمالا فکر میکنم که شما به عنوان یه چی بگم یه همزبون باید براشون باشین. متوجه این؟ سرم رو تکون دادم که آروم در زد: بفرمایین. یه صدای محکم و آمرانه در رو آروم باز کرد و رفت تو و کنار ایستاد و منم رفتم تو و سلام کردم. یه خانم حدود 70 ساله روی یه ویلچر نشسته بود، نگام کرد و آروم جواب سلامم رو داد. ایشون مریم خانم هستن که خدمتون گفتم بودن. سری تکون داد و تا اون آقا خواست چیزی دیگه ای بگه گفت: شما برو دیدت نشه. اونم یه نگاهی به خانم و بعدش به من کرد و با یه لبخند از اتاق رفت بیرون. در و پشت سرش بست. یه مرتبه ترس ورم داشت، ترس نه، یه دلهوره، مثل دلهوره که موقع کنکور داشتم. بیا جلو عزیزم. چند تا قدم رفتم جلو. بشین. یه اتاق خیلی بزرگ بود، شاید حدود 40 متر، که یه تخت خواب دو نفره یه گوشش بود و یه تلویزیون بزرگ یه گوشه دیگش و یه طرفش هم 3 مبل راحتی با یه میز چیده شده بود. یه طرف دیگش هم تمام پنجره بود، پنجره‌های تمام قد مثل در که به تراس خونه میخورد. روی یه مبل نشستم و یه لبخند زدم. خانومه میگه: دانشگاه میری؟ سال چندومی؟ سال آخر؟ من 3 صفحه رو خوندم، بقیهش رو عرض کنم که از خانومه آناهید بشنوید.
سلام به همگی، اومدم که ادامه داستان سالا رو براتون بخونم. آفرین، چه رشته ای؟ عمران. آفرین آفرین. ببخشید خانم، اون آقا فرمودن؟ آقای دکتر؟ بله، آقای دکتر فرمودن که وظایفم از شما سوال کنم. وظایف؟ خندید و گفت عجله داری برای کار؟ میخوام زودتر بدونم که عجله نکن، به اونم میرسیم. بعد رفت کنار دیوار که یه چیزی مثل آیفون بود و یه دکمه رو فشار داد که انگار از آشپزخونه جواب دادن. بله خانم، چای لطفاً. چشم. بعد ویلچر رو برگردون طرف من و گفت فلج نیستم، اما روی این راحت ترم. نیم ساعت یه ساعتی در روز راه میرم، با عصا البته، برای که با هم خوش نشه. بعد برگشت به هم نگاه کرد و گفت چند تا پله بود؟ یه لحظه پله هایی رو که از طبقه بالا میخورد به بالا میومد تو نظر یه لحظه پله هایی رو که از طبقه پایین میخورد به بالا اومد تو نظرم و تند گفتم 30 تا، نه 31. یه لبخند دیگه به هم زد و گفت 31. یه نفس راحت کشیدم. وقتی داشتم میمدم بالا، نمیدونم چرا اونجور که به حرفای آقای دکتر گوش میکردم پله ها رو هم شمردم. هر کسی نمیتونه آدم با دقتی باشه، ذاتیه. بعد ویلچر رو برگردون طرف پنجره ها و گفت در رو باز کن بریم تو تراس. بلند شدم و پرده رو زدم کنار و در رو باز کردم و اومدم پشت ویلچر رو گفتم اجازه میدین کمک کنم؟ به هم خندید. کیف هم رو گذاشتم روی میز و دسته های ویلچر رو گرفتم و آروم حرکتش دادم و رفتیم تو تراس. از اون بالا تمام حیاط معلوم بود، خیلی قشنگ و باصفا. تو تراس یه میز بود با چند تا صندلی. تمام عرض خونه تراس بود که از بالا یه سایه بون خیلی قشنگ از پارچه‌های رنگی روش سایه انداخته بود. بریم جلوتر، جلو نرده‌ها. ویلچر رو بردم جلوی تراس. حالا دیگه تقریبا پله‌های ساختمونم از بالا دیده میشد. موقعی که حوصله‌ام سر میره و دیگه حوصله هیچ کاری ندارم، میام اینجا و حیاط و خیابون رو تماشا میکنم. خیلی قشنگه، هم حیاط هم خیابون. کلاً این منطقه خیلی خیلی قشنگه. اگه اینجا رو هم مثل جای دیگه خراب نکنن، قشنگی اینجا به درختاشه. خونه ها همه ویلایی و بزرگن، تو حیاطشون هم همه گل و گیاه و درخته. اگه این درخت ها رو هم قطع کنن و جای این خونه های دو طبقه آسمون خراش بسازن، دیگه این خیابون قشنگی نداره. چه استخر قشنگی. یه دونه هم طبقه پایین هست با سونا و جکوزی و این چیزا. هفته یه بارم میرم اونجا برای آب درمانی مثلا. خیلی خوبه. تو شنا بلدی؟ قورباغه و کرال. همینا کافیه دیگه. صدای تر زدن اومد و یه خورده بعد یه خانم خدمتکار حدود 40 خورده ای سال با یه سینی شیک و دو تا فنجون و قوری خیلی شیک در اومد تو اتاق و برش توی تراس. مرسی زینت خانم، بذار رو میز. چشم خانم. زینت خانم سینی رو گذاشت روی میز و گفت دیگه فرمایشی ندارین خانم؟ ممنون ممنون. زینت خانم که رفت، یه صدایی از تو حیاط اومد. برگشتم و تو حیاط رو نگاه کردم. خانومم نگاه کرد. یه دختر جوان تقریبا همسن و سال خودم داشت از پله های ساختمون میرفت پایین. 10 متر از پله ها دور نشده بود که ایستاد و بعد برگشت طرف ما، سرش رو بلند کرد و با خنده گفت از کیمیا به پست نگهبانی اجازه خروج هست؟ بعد دوباره خندید و به من نگاه کرد و گفت همبازی تازه تونه؟